سلام من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم فانیس ماگریدس خبرنگار روزنامه پولیتیس قبرس در گفتگو با تلویزیون ایران اینترنشنال گفته است که اکس ها و تصاویر ویدئویی که در اختیار پلیس قبرس قرار دارد نشان میدهد که شش مزنون مرتبط با سوء قصد به جان تدیساگی بازرگان اسرائیلی قبرسی به ایران رفت آمد داشتند اما روزنامه پولیتیس این موضوع را تایید نکرده است اسرائیل سازماندهی آنچه را تلاش برای ترور تدیساگی می داند به جمهوری اسلامی منتصب کرده اما ایران این ادعا را بی اساس خانده است. روزنامهنگار قبرسی با رجوع به منابعش در سازمان امنیتی بخش یونانی نشین قبرس میگوید دادگاه شواهد نیروهای امنیتی را هنوز بررسی نکرده است این روزنامهنگار میگوید قبرس در پرونده بازرگان اسرائیلی به عنوان میانجی بین ایران و اسرائیل عمل می کند و پلیس بخش یونانی نشین این کشور نیز محتاط برخورد می کند. آیا پرونده ترور تدیساگی جنبه جنایی دارد یا آنطور که اسرائیل میگوید مقاصد تروریستی و سیاسی داشته؟ احتیاط های سیاسی و امنیتی قبرس در تعاملش با ایران و اسرائیل چه تأثیری بر روند محاکمه مظنونین این پرونده خواهد داشت؟ در دیدگاه این پرسش ها رو با بابک اسحاقی خبرنگار ایران اینترنشنال از اسرائیل در میان میگذاریم. آقای اسحاقی ابتدا به پیشینه اونچه که اسرائیل ترور نافرجام بازرگان اسرائیلی قبرسی میدونه بپردازیم بود جنایی در این پرونده برجسته تره یا سویه سیاسی و امنیتی این پرونده؟ اگر تا یک هفته یک هفته و نیم پیش از من میپرسیدین یعنی بیشتر رسانه های اسرائیلی بود جنایی مسئله هم پررنگ بود و بسیار از رسانه های اسرائیلی به ویژه به پیشینه تدیساگی با زرگان قبرسی اشاره میکردن که ممکن استش که دشمنان زیادی را در رابطه با تجارتی که در, در قبرس انجام میداده ممکنه که دشمنانی هم داشته باشه ولی اگر امروز از من بپرسید و آنچه که بیشتر ما در دوروبر دادگاه این فرد آذربایجانی و همکارانش میدونیم بدون شک بعد ترور و یک عملیات تروریستی بر علیه بازرگانان اسرائیلی قوی تر هستش و بدون شک آنچه که سخنگوی نخست وزیری اسرائیل هم گفته و مستقیما ایران را در این رابطه متهم کرده این مسئله را پررنگتر میکنه و همانطوری که میدونیم موساد هم همکنون در این ماجرا نقش داره و اطلاعات مهمی را در اختیار پلیس قبرس قرار داده گفته های روزنامه نگار قبرسی چه ابعادی از پرونده ترور تدیساگی رو روشن میکنه یک سیستم کامل تروریستی را این روزنامه نگار افشا کرده در حقیقت اگر در پیش از این بررسی بر این بود که این آقای آذربایجانی 38 ساله که با یک هفت سیر مجهز به صدا خفه کن در مرز بین ترکیه قبرس و یونان قبرس دستگیر شده شاید تنها عمل کرده بوده و قصد اون ترور یک بازرگان اسرائیلی بوده امروز میدونیم که نه این یک سیستم کامل بوده چند تن در اون دست داشتن تا حالا شش تن در بازداشت به سر میبرن افراد با لبنانی هستن پاکستانی هستند و اونها با هم دیگه دیدار کردن برنامه ریزی داشت شده بوده از مدت ها قبل گفته هایم رسیده که ممکن هستش که این افراد رفت و آمد هایم به ایران داشتند همچنین آنچه را که موساد میگه این برنامه ریزی از ماها پیش در دست اقدام بوده و موساد اینجوری که معلومه اونها را دنبال میکرده و این اطلاعات را در اختیار پلیس قبرس قرار داده این و باید این مسئله را ما عنوان کنیم که دادگاه قبرس هم شخص بازرگانی را نه تنها به قصد سوء قصد بلکه به برنامه ریزی و یک گروه تروریستی هم متهم کرده گزارش دفتر نخست وزیری اسرائیل از ترور نافرجام بازرگان اسرائیلی در قبرس چه اطلاعات و شواهد و مدارکی داره چرا اسرائیل این اقدام رو به جمهوری اسلامی منتصب میکنه؟ مسلما موساد از منابع خودش چیزی در اختیار به ویژه ما روزنامه نگاران قرار نمیده ولی خب اگر به تاریخچه فعالیت هایی که سازمان های امنیتی اسرائیل انجام دادن نگاه بکنیم اصولا موساد نه تنها به پلیس قبرس تا به حال به بسیاری از کشورهای اروپایی به ویژه آلمان که چندین بار از عملیات تروریستی که قرار بوده در اونجا انجام بشه موساد این خبرها را به این کشورها به آلمان داده بوده و همه اینها چیزهایی هستش که سازمانهای امنیتی اسرائیل در اختیار دارند و هرگاه که فکر میکنن که ممکن هستش که یک اسرائیلی در جایی از دنیا مورد هدف قرار بگیره و یک عملیاتی بر علیه اونها انجام بشه اون کشور را مطلع میکنه و به ویژه سازمان های امنیتی اسرائیل به شدت به دنبال تحرکاتی هستند که جمهوری اسلامی ایران ممکن استش بر علیه اسرائیلی ها انجام بده در سالهای اخیر بارها خبرهایی را شنیدیم که ماموران جمهوری اسلامی ایران تلاش کردند که هدفهای اسرائیل را و منافع اسرائیل را در کشورهای مختلف جهان از آرژانتین تا آفریقا تا اروپا و کانادا مورد هدف قرار بدن و اینجوری که معلوم است دفتر نخست وزیری اسرائیل هم این اطلاعات را از منابع امنیتی خودش دریافت کرده. آقای ساقی دادگاه قبرس به چه علتی از بررسی اطلاعاتی که سرویس امنیتی این کشور در مورد این فرد به دست آورده پرهیز میکنه من همانطوری که میدونید روز دادگاه این فرد آذربایجانی در قبرس بودم و برای ایران اینترنشنال تهیه خبر میکردم تقریبا هیچ کدام از افراد قضایی قبرس حاضر نیستند که هیچ گونه اشاره ای در این رابطه بکنم و به جز وکیل این متهم کسی حاضر نبود که با ما صحبت بکنه وقتی که این فرد آذربایجانی را به دادگاه آوردن تحت حواظت بسیار شدید امنیتی بود مسئله قبرس که امروز در بین جمهوری اسلامی ایران است یک طرف و اسرائیل از طرف دیگه قرار گرفته این جزیره آرام و جزیره تفریحی که ناخواسته وسط این موضوع قرار گرفته بسیار حساس هستش روابط قبرس با اسرائیل روابط بسیار نزدیکی هستش از سوی دیگر قبرس نمیخواد که کشورش جولانگاه عملیات نظامی کشورهای مختلف بشه و روابط خوبی هم قبرس امروز با جمهوری اسلامی ایران دار سفارت جمهوری اسلامی ایران بلافاصله بلا پس از پخش این خبر اعلام کرد که هیچ رابطه ای در این موضوع نداشته و جمهوری اسلامی ایران را بیگناه در این موضوع تلقی کرد و همه اینها را توهمات اسرائیل خوند در حال حاضر قبرس تلاش میکنه که به حقیقت برسه و پس از اون افشا بکنه برای همین هنوز ما دقیقا از قبرسی ها چیز واضحی نشنیدیم اسرائیل و ایران از دادگاه قبرس چه مطالباتی دارند آقای رئیساقی در مقابل احتیاط سیاسی و امنیتی قبرس که شما هم بهش اشاره کردید چه اندازه ممکنه بر روند دادگاه تاثیر بگذاره بدون شک ایران خواهان بیگناه نشان دادن جمهوری اسلامی ایران در این را رابطه هستش و منتظر هستش که دادگاه قبرس این سخن را بگه از سوی دیگر اسرائیل تلاش میکنه که نام جمهوری اسلامی ایران به وضوح از زبان قاضی دادگاه بیرون بیاد و شخص آذربایجانی و همدستان او به فرستادگان جمهوری اسلامی ایران نام ب... نانام بگیرن و این مسئله برای اسرائیل از لحاظ تبلیغاتی هم بسیار مهم هستش که به دنیا نشان بده که جمهوری اسلامی ایران تلاش میکنه که شهروندان اسرائیلی را در جای جای دنیا مورد سوء قصد قرار بده و چهره تروریستی جمهوری اسلامی ایران را به گفته اسرائیلی ها به دنیا نشون بده اما به همه اینها بستگی داره که دادگاه قبرس به این مسئله تا کی و چه وقت رسیدگی بکنه و همانطوری که گفتم چه زمانی ممکن استش که قاضی دادگاه زبان به سخن بگشاید و دقیقا بگوید که این افراد به چه متهم هستند تا چه حد این مسئله پیش رفته همانطور که گفتم تنها آنچه که ما میدونیم از وکیل مدافع شخص آذربایجانی هستش که میگوید که موکل من بیگناه هستش تنها گناه اون حمل اسلحه هستش هیچ رابطه با هیچ فرین نداشته و کاملا بیگناه هست آقای اسحاقی شما گفتید رابطه اسرائیل و قبرس خیلی نزدیکه از مناسبات امنیتی این دو کشور برای ما بگید و نتیجه دادگاه احتمالا چه تأثیری بر این مناسبات خواهد گذاشت بدون شک در بر روی مناسبات اسرائیل و قبرس این دادگاه تاثیرگذار خواهد بود زیرا همانطوری که گفتم مناسبات نزدیک امنیتی و سیاسی و بازرگانی بین قبرس یونانی و اسرائیل بسیار تنگاتنگ است ما دو هفته پیش شنیدیم که قبرس قرار استش که اولین سامانه گنبد آهنین را که اه یک سامانه ضد موشکی هستش که اسرائیل ساخته و بسیار هم خوب عمل میکنه را در اختیار قبرس قرار بده هفته پیش هم یک رزمایش هوایی برقرار بود که در اون قبرس هم شرکت میکرد اسرائیل در سالهای اخیر تلاش کرده هم با قبرس و هم با یونان یک نوع پیمان استراتژیکی را در منطقه برقرار بکنه و همه اینها نشان دهنده ای رابطه نزدیک است از سوی دیگر بازرگانان اسرائیلی در نیکوزیا بسیار فعال هستند بسیاری از اونها در اونجا زندگی میکنن به دلیل اینکه فعالیت های اینترنتی و بازرگانی اینترنتی و بیزنس هایی که به اینترنت ربط داره از معافیت مالیاتی در قبرس برخوردار هستش و بازرگانان زیادی از اسرائیل برای تجارت و کارهای تجاری اینترنتی در اونجا به سر میبرن مسئله توریستی بسیار قوی است بین کشور اسرائیل و قبرس صدها هزار توریست اسرائیلی سالانه وارد جزیره های زیبای قبرس میشن روابط بسیار بسیار مهم است و ممکن استش که این نتیجه دادگاه تاثیراتی بر این روابط داشته باشد ممنونم از شما بابک اسحاقی خبرنگار ایران اینترنشنال از تل اسرائیل ممنون که در این برنامه دیدگاه ما را همراهی کردید